شمسی؟ چیه؟ در قفل میکنی؟ میفهمی؟ من گفتم. خب باز چی مامان شمسی؟ دیگه به من نگو مامان، اسم منم دیگه نمیادی. بر چی مامان شمسی؟ باز که گفتی مامان؟ خب چی شدی؟ دیگه میخواستی چی بشه؟ پسر شمسی قاتله، مادرشو برداشته برده خواستگاری دختر مقتول. میفهمی یعنی چی؟ واب، حالا فکر کردم چی شده؟ خیلی پر روی بابا، بی خیال، حالا یه جوری دارم در پیکر قفل میکنم، فکرم چی شده؟ بابا، مامان شمسی منو جلوی بچه ها ضایع نکن. چیز دیگه ای هم هست که از من پنهون کرده باشی؟ مامان شمسی، به جون بابک اصلا اینجوری حرف میزنی یا بغضم میگیره، بد دلم میشکنه. ما این همه ساله با هم کار میکنیم، تا حالا شده من چیزی ازتون پنهون کنم؟ بابک، من که قرار نبود بیمه رو فقط تلکه کنیم، نه دزدی کنیم نه مردم آزاری. مگه غیر این بوده؟ به جون مامان شمسی، از بچگیم تو همه الانی که نشستم پیشتون، اگه من یه خط از مرامنامه زده باشم بیرون نزدم. بابا حالا ول کن این حرفا رو. ببین، پیتزا گرفتم مخلوط، اما مورد زدم مخصوص. حالا بگو کی بریم صحنه زنی؟ من باید زنگ بزنم به پلیس. سوزن گیر کرده آقا، باز چی؟ واسه اینکه تو قاتلی، خطرناکی، بیان دستگیرت کنن. بابا داری اشتباه میکنی. پلیس که بیاد معلوم میشه کی اشتباه میکنه. چرا آنتن نمیده؟ ببینین کجا آنتن میده؟ خوب فوت نمی کنیم. بابا بچی بره بر منه نگاه میکنی؟ بده بیا. بیرون بابا، اولنگی که نمرده، زنده است. چی؟ اولنگی زنده است؟ آره زنده است. خب آخه واسه خلوص بیمه های باز دیگه چیه زرف جان؟ چه کار داری؟ نزدیکی؟ داریم اینجا؟ تنها نیستی؟ خواهرم. نه؟ با نگار داری میای. کی؟ مادرت؟ شمسی خانم؟ یه وقت روز چه کار داره؟ خیر خب، باشه، منتظرم، باشه.
فاطمه، خدا بیامرز. بخور. باز که شما اینجایی که آقا که چی میخوای از این میت زبون بسته؟ هر بار من اومدم سر مزار برادرم یه کیسه گندم دستت بود داشتی گندم میپاشید. آقا دیگه مزار برادر منو کردی گندمزار، قم و گور میشه عزیز من زیر این همه علف. عزیز شما کار ندارم که، با عزیز خودم دارم کار میکنم. عزیز شما دیگه کیه؟ مورچه ها. خب ببر یه دوتا قب اون برتر بهشون دونه بده، اونجا میلشون نمیکشه. اینجا اهلی شدن، اینجا دوست دارن غذا بخورن. برو من امثال شماها رو خوب میشناسم. شما همه دنبال پولیم، پول. این تر آذوقه رسونی به مورچه هم همه بهانه است. من بابام این پشت رستوران داره، وضع اونم خیلی خوبه. اینا اینجا دستی شدن، اینجا غذا گلشون پایین میره. خیره هم باته دیگه، امروز رو ببر همون رستوران بابات بهشون غذا بده. بذار من یه دو کلام بتونم با داداشم خصوصی حرف بزنم. غذا بیرون گلشون پایین نمیره. شما هم صحبتتو بکن، من با شما کاری ندارم. من به اینا غذا میدم. کار نداشته باشی یا بخوام خصوصی حرف بزنم؟ بزن خصوصی بزن. راحت باش جمشی جان. سلام، چطوری داداش؟ خوبی؟ سر حالی؟ جمشی جان ببخشی زجه مویه نمی کنم و خودمو نمی زنم. 4 تا چشم این جغد داره منو می پاد. دیگه به بزرگی خودت ببخش. آخ بمیرم برات، بمیرم برات که این دنیا کباب شدی. حداقل اون دنیا برای خودت تخت استراحت بکن. خیالت هم بابت خون زندگیت راحت راحت. این مار افعی رو مال چنبر زدم. نگاه چپ بکنن نیششون میزنم. تو که میدونی من فقط خوشبختی نگارم رو میخوام. خوشبختی اون خوشبختی منم هست، چه فرقی میکنه؟ فرق نمیکنه؟ معلومه که فرق نمیکنه. در مورد کارخونه هم همینطور، اونجا هم خیال تخت باشه. اونجا این عقاب بال باز کردم، دست از پا خطا بکنن شکارشون کرد. بالاخره درسته قضیه این چکا هست، ولی اونا فدای یه تار موی کز خورده ی تو. نمیذارم یک قرون از مال نگارم این بر اون بر بشه. خوب میکنم. معلومه که خوب میکنم. مگه قرار نبود دون بپاشی فقط؟ راحت باش، من گوش نمیکنم. لا اله الا الله، نمیدونم کجا بودم. بابک زرفشانه قرار بود با مادرش بیاد خواستگاری نگارم، من فعلا دست نگه داشتم. یه هارد ازش گرفتم، توش یه فیلمه، یه نفر رو نشون میده که داره کارخونه رو آتیش میزنه. من گفتم من نمیدونم کار کیه، ولی من هنوز باور نکردم، دارم تحقیقاتم رو کامل میکنم. آره فعلا دست نگه داشتم. نه بابا، مگه من دیوونم به پلیس بگم؟ خب اگه پلیس بیاد بفهمه کار دستی بوده، خب که دیگه بیمه خسارت بونه نمیده که، خسارت میره رو هوا. نه نمیده. دیدی؟ دیدی تو حواست به مورچه ها نیست، داری حرفای منو گوش میکنی؟ داداشم شرمندم، این نمیذاره. من بقیه حرفا رو بیرم تو خونه با اون یکی قاب عکست بگم. بخواب جمشی جان، راحت بخواب که مهشیدت بیداره. یه دو کلوم نذاشی باش خصوصی حرف بزنم که، حداقل بیکار نشستی بشین اینجا گلا رو بربر کن. حیفن اینا، میبرم رستوران آقا، میذارم رو میزا، قشنگه. حالا از شما هیچی بعید نیست، حداقل فاتحهشو بخون. کجا نمیبینی دارن رژه میرن؟ بابا چیکار کنم؟ بپر اونور. اینجا حالا یکم بپر اینور. حالا یکم راست اینور. راست اینجا مستقیم. بپر کن بابا، بارو گیر آورده.
خب خانم خیلی خوش آمدید. من که افتخار زیارت شما ندیدم. چند باری به بابک گفتم صبر کنیم تو شما تشریف بریم بعد شروع کنیم. گفتش من نیستم که بیه که ممکنه دیر بشه. من تا شروع کردیم بیه. آقا اینا آبدار بردارم دیگه. مگه کباب که آبدار برداری؟ املت دیگه. خب تکلیف معلومه دیگه. چاش حتما شما به حرف بابک گوش کردی. دیگه خانم تاری نیستیم در قیاب شما. مجبور بودیم به ها به عنوان استادشون رو بپذیریم دیگه. من که خودم تجربه این کار نیفتم که. بسته بابک، اینقدر اون تخم مرغ رو به هم نزن، مایتابی سراغ شد. باش اینجا بشین کارت دارم. باش خب بعدش چی جور؟ بچه میشه دیگه به سر بچه انبارا رو سریع خالی کردیم و بقیش هم میخوام در جریان دیگه کامل. مردن شما نقشه یکی بود؟ خودشو. خب راستش بله. ببینید من که فکر نمیکنم ممکن اینقدر طول بکشه که. از شما چه بدون دلم برای دخترم تنگ شده، دلم برای خواهرم تنگ شده، حتی برای اون باجناق مزخرف هم دلم تنگ شده. حالا اینجا به کنار هر بار که این موبایل زنگ میزنه و من از این جهاز سر استرس میکشم. نگاه کنی این هم سروب نزید که بوسه من مثل بوسه پسر این جهاز داده بود. من که شما رو قبلا ندیده بودم. خانم عکساش که هست که دیگه. شمسی جون یه جوری کارخونه رو آتیش زدیم که مولا درزش نمیره. اول یکی دو بار برق اونجا رو دستکاری کردیم، بعد که اداره برق اومد گزارش رو ثبت کرد شبونه کار رو تموم کردیم. یه پول گنده در انتظارمون ها. بالاخره هرچی نباشه دست پرورده ایشونیم دیگه. ای من بودم نمیذاشتم این جریان اینجوری پیش بره. یه راه حلی نشونتون میدادم که همین پولو بتونه از بیمه بکنین بدون خون و خون ریزی که براتون مصیبت نشه. بفهمید نقصه زنوالی. من که شمسشون همه رو مو به مو به شما گفته بودم. شما اینقدر همه روشنه تری ها. آقا یه لغمان برای من بزن. خودستان بیا. آدم که مادری به این خانمی، به این کمالات، به این با تجربه گیره بدون مسئله تو با ایشون خود سواره لمن شاخه. ببخشت. بیمه کتاب خطی کار شما بود یا کار این؟ مادر، دهن میدید که بدهن که بده من این تکلیف کتاب روشن کنم. کتاب که همه اول سوخت. 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 تمام میراث خانوادگی بود. افتی سوخت. از اون اول سوخت. سوخت. خانم پس خیال من راحت باشه دیگه. نه اتفاقا خیالت راحت نباشه. ببین تماشا کن چجوری میشورمش میذارمش کنار. بابا حالا نمیخواد اینقدر تهاجمی برخورد کنیم؟ چرا لازمه تهاجمی برخورد کنم؟ ناهید میشه خودش چه فکری کرده ها؟ چرا باید طلب کنه بلنش بره کارخونه بابای من که ارث بابای منه داد بزنه عربده بکشه؟ نه 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 نه. آخه ببینم یارو باید چک بی محل بکشه. ها ناهید باید چکی بیمحل بکشه آدرس خونه خودتو بده نه کار خونه بابای منو که یاری بلنش بره اونجا. درست میشه. چه درست میشه؟ ببین شل نمیگیری صفر برخورد میکنی. متوجه چی دارم بگم؟ صفر بگیری. اومد ناهید خانم. وای سلام فرزی جان، چه عجب این برا پیدا شدیم. باز ول کردی که آقا؟ چیو ول کردم خانم؟ ناهید فعلا که تو ول کردی. خواهش میکنم این وصله ها به من نمیجذبه. ول کردی که اینجای ناهید دست پیش دارین میگیرین؟ کارخونه رو به همان خدا ول کردین اومدین اینجا؟ میبینید داداش من کارخونه رو به همان خدا ول کردم.
هرچند تو هم ما رو ول کردی رفتی. همه ول کردن، گناه مسیحیت افتاده گردن. من دیگه خسته شدم فرزی جان، واقعا خسته شدم. میخوام منم ول کنم برم اون ور آبی آب و هوایی بخوره به سر کلم. باید ول کنم. حالا چی شده میخوای ول کنی بری استراحت کنی؟ دوست دارم ول کنم. به کسی مربوطه؟ بله که مربوطه. کاظم یه چیزی بهش بگو. کاظم صفر بگیر. خب خانم آروم، حالا جلوی همسایه‌ها ول کن شما. ما برای مباحثه اومدیم نه مجادله. تمام. آروم حرف بزنی خودت. ورزی جا چای تازه دم. من دیگه اهل دم نوشم. اهل دم نوشی هستین شما که هیچی، منم که اهل چای تازه دم. بفرمایید. بفرمایید. شما بفرمایید. مگه قرار نبود با ناهی جان اتمام حجت کنی عزیزم؟ با بنده؟ بله. مهشید اولنگی؟ بله. اتمام حجت کنن؟ بله. خب بکنن دیگه. بفرمایید. بنده باید اتمام حجت کنم؟ من گرمش کنم تو بپذیش دیگه. بفرمایید. به هوشیم و به گوش. کاظم آقا جان، از طلا گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید. ناهید خانم اولنگی، بنده اومدم اینجا از شما عاجزانه خواهش کنم که لطفاً آبروی خانوادگی ما و اعتبار شغلی ما رو دستمایه جاه طلبی خودتون قرار ندید. بس خانم، بس. دروغ، نیرنگ، فریب، مدارا، مماشات، بس. نه نه نه، چرا کذب و قیز بکنه؟ بذار ادامه بده، بگو نظر مثبت تو اعلام بکن. بگو الان میگم خدمتتون. خانم محترم، طلبکار شما پاشده اومده کارخونه، هر چی تو دهنش بوده بار ما کرده. این درست نیست، این حق ما نیست. شما رفتی جنس آوردی، چک بی محل کشیدی، گوشی تو خاموش کردی، جواب مردمو نمیدی. وای 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 داد 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 جمشید، کجایی که یه دونه خواهرتو کشتن؟ خواهری که از خورد و خوراکش زد، از جا و مکانش زد، تا چرخه کارخونه ای رو که تو چرخوندی همچنان به چرخونه. یکی قدر بدونه نذاشتن حداقل خونه زندگی تو بفروشم تا پول طلبکارا رو بدم که دستت از قبر بیرون نمونه. جمشید جمشید، ببین با کارآفرینت دارن چی کار میکنن. دقیق از اینکه یه نفر به من بگه مشید دستت درد نکنه. دستت درد نکنه. نه اصلا دستت بشکنه. مشید دستت بشکنه. اعتبارتو ورداری بذاری وسط، اون همه بار و کامیون از کف بازار ورداری بیاری بذاری تو عمار، آخرش هم این بعد این بعضیا بشینی پاتو بندازی رو پا، کزم غیز بکنی که کتاب نگسه. منو میگه ها؟ داری منو میگی دیگه ناهید؟ نه داری منو میگی. من؟ آره دیگه. همچین جسارتی؟ هرگز هرگز هرگز. نه ناهید، ناهیدو شناسم از نمشت. تو اهل میدانی، اهل ریس کردنی، اهل پاپس کشیدن نیستی. دوستان، من زندان رو انتخاب میکنم. نه زندان نه. نه نه نه، اینجوری خیلی بهتر. فقط فرضی جان، نذار چراغ این کارخونه خاموش بمونه. من میرم زندان، باید برم زندان. نه زندان نه، زندان نه، نه نه نه، برای یه دونه داداشم من حتما باید برم تو هست. من اصرار نکن، اصرار نکن. آخه نمیشه که، آخه اینجوری نمیشه. نمیذارم زندان نه، من طاقت ندارم اینو پشت میلای زندان نه، نمیتونم. یعنی باید یه عالمه رو بریم ملاقاتش. من لباس چی بپوشم برای ملاقات؟ کمپوت چی براش بگیرم؟ من طاقت ندارم اینو پشت میلای زندان. خانم چرا شلوغش میکنی آخه؟ میبینی کاظم آقا، من پشت میله های زندان بی غذایی نگران اینه که چی بپوشه برای من. کمپوت چی بپوشه؟ یه کاری باید بکنی. من کازم مرده، من نمیذارم. یعنی چی خانم؟ یعنی چی نمیذارم؟ این چرفیه.
نمیذارم. یه کاری باید بکنی تو. چی کار باید بکنم بنده؟ خب راست میگی، یه کاری بکن دیگه آقا، یه زوری یه چیزی بزن دیگه. آخه من چه زوری بزنم؟ یه زوری بزن دیگه. آخه کدوم زوری بزنم؟ از همون زورا که باید بزنی بزن. آقا من بگین چه کار باید بکنم؟ یه کاری باید بکنم. آقا چه که منو بگیر، چه که خودتو بده. آفرین. زور از این بهتر؟ آره درست. خانم چی همینه؟ چی میگی شما؟ مگه الکیه چند صد میلیون چک بنده از کجام بیاره؟ بذار من برم زندان بگیرم. ماشین نمیده بشی، ماشینشو میفروشه. چی؟ ماشینتو میفروشه. نه ماش نه ماش نه باید بشی. فرزی جان خودتو از این بفرم بیدم بشی دیگه. بشی دیگه. آنم اجازه بده برم، بنده ماشینو نمیفروشم. تمام تمام. جان کارو به کجا رسوندی؟ ما فعلا موفق شدیم. موفق شدی یا موفق شده؟ کی شده؟ کی شده؟ کی موفق شدی؟ شما موفق شدی جان. با هم موفق نشدیم، فقط شما شدی. حرف نزن. فقط بابا شده. پس علی جون من احساس میکنم شاخکاشو حساس کردم، یعنی دیگه الان وقتشه یقشو بگیریم. اون که رو جور مرتکب نشده، اونم قراره بشه. گوش کن، بهم گفته مدارک گالریو با اون یارو بیمه نامه طلا جواهرت و خرت پرت رو براش ببرم. گوش کردی؟ کدوم مدارک جان؟ یادت رفته که همیشه علکی بود؟ تو طلا فروشی داری؟ نخند. یه دقیقه بچه ساکت. تو جواز کس داری؟ ما اونو درستش میکنم. تو زود چرا میری سر اون قضیه؟ میشینی ما هم صحبت میکنیم، یه راهی برش پیدا میکنیم. من دارم میگم این زرفشاری تشنش کردم، این زرفشاری که من میشستم این تو خودشو نگرداره، زود وسوسه میشه، خودش پیشنهاد صحنه زنی میده. گیریم که پیشنهاد صحنه زنی هم داد. خب کجا میخواد ماتشو بگیری؟ کجا میخواد دزدی کنه؟ جاشو که داری. آرمین اصلا فکرش هم نکن. چاره ای نداریم. چاره ای نداریم چی آقا؟ بری یه طرف روشی دیگه فیل کنید. اه فکرش هم موهای تنم رو سیخ میکنه. سیخ شدن موهای تن من نوش نوش شده؟ نه نه و ساکت باش. ساکت باش. نقشم دقیقه، مولا درزش نمیره، اعتماد کن بهم. بس کن جهان، همون یه باری که باهات اومدم و برای هفت پشتم بسه. برادر زنم داشت سکته میکرد، زنم داشت طلاق میگیره، مادر زنم زنم آقا والدین کرد، هنوز که هنوز دارم قرص فشار میخورم. لوزارتان ده میخوری؟ نه 25. دست از سر من بردارین دیگه، فقط با آرمین درگیر نشدم که اونم داریم شما ردیف میکنه بر من. آقا من نمیکشم دیگه، من میگه نمیتونم، یعنی نه یعنی نمیخوام، هیچ جوره دیگه میگه نمیخوام. حسن جان تو میتونی، من مطمئنم تو میتونی، باید بتونی. تا اینجاش اومدی بقیهشم بیا. خواهش کردم ازت. با همه احترامی که برات قائلم این بار نه. آقا من تضمین میکنم یکی از ضمانت خودتو بکنه. درست. ببین زرمشان اونجا رو دیده، به من اعتماد بکن، چاره ای نداری. جهان زندگیمه، آبرومه، میفهمی؟ هیچ اتفاقی نمیفته. تو این همه به من اعتماد کردی، ضرر دیدی. آقا بس کن جون مادر. بابا دارم با تو حرف میزنم. بابا از استرس گلوم خوش شد. چه آب آب بخور بابا، بیا آب بخور. چرا اینجوری میکنی؟ نمیذاری با خورم سه دفعه بودم پارچو نگاه کن زندگی رو خیز کرد. تمیزش میکنم، خفه نشو، بخور گوشیه بدویش. زنگ بزن به برادر شوهرت، خواهشم. برادر شوهرم نه، برادر زنم. بزن بزن بزن، اینقدرم نترس از برادر زنت بابا. بس شو برو آرمین. احسنت پسرم، احسنت. عجب ماشینی میشوره پسرم. من قرار نبود بابا تو وقتی میشوری منم بشورم. پسرم الان هم داریم با هم میشوریم، شما آب رو میریزی بنده میشورم. فقط مواظب باش آب اونجا نگیر، اون ضربگیرا خراب نشن که تعادل ماشین به هم میخوره. چش اینجا رو بگیرم؟ بگیر، ولی یک جوری که رنگ ماشین خراب نشه. سلام. سلام به دختر عزیز بابا. دانشگاه خوش گذشت دخترم. چی شده بابا؟ دخترم چیزی نشده، داریم ماشین رو میشوریم. چرا یه چیزی شده؟
من تا حالا ندیدم شما خودتون بخوای ماشین بشورین. چی شده بگو؟ خب الان میبینی که دارم میشورم. بابا شما خودت همونی نبودی که میگفتی اصلا و ابدا اسراف نکنین. الان این چیه؟ شلنگ انداختی تو خیابون داری ماشین میشوری؟ دخترم الان هم میگم اسراف نکنید. اولا که شرایط اضطرار ایجاب میکنه، دوما این آب لوله کشی نیست، اونا قطره ای داریم باش ماشین رو میشوریم. قطره ایه؟ احسنت. شرایط اضطراری چه ربطی داره به ماشین شستن؟ استغفر الله. این چرا ناراحت شد؟ آره فرنک جان قربونت برم. آره به اشکام بگو دیگه، منم به کازم میگم چارتایی با هم میرم. میگه کاش میگذره. آره بچه ها رو نبره. آفرین. آره فدات جان. باش من بهت زنگ میزنم. خدافظ. علیکم سلام مامان خانم. سلام. چرا اینجوری من نگاه میکنی؟ ارث بابات از من طلب داری؟ واقعا که مامان من فکر میکردم ما با هم دوستیم. چی شده؟ ها؟ تو خودت خوب میدونی چی شده مامان. من به عنوان فرزند ارشد این خانواده باید بدونم اینجا چه خبره. آها چه خبره؟ یعنی تو نمیدونی چه خبره؟ نه من نمیدونم چه خبره. خوبه میدونی که چه خبره؟ یه جواب این بچه رو به تو نکاشتنش. اجازه بده آروم باش. چه خبره؟ چی شده بابا جان؟ یعنی بابا شما نمیدونی چه خبره؟ نه. شستن ماشین، اونم یوهایی بشوری، وضعیت اضطراری، اینا نشونه چیه؟ نه. نشونه چیه؟ شما بگو. شما همیشه ماشینو خودت میشستی یا میدادی کارواش؟ بله. بعدم وضعیت اضطراری یعنی چی؟ یعنی شرایط اضطراری، شرایط ویژه. بله. شما دوتا دستتون با هم توی کاسه. میدونم میخوای ماشینو بفروشی. احسنت خانم، ببین چه جور داری با من صحبت میکنه دخترم. اجازه بده من روشنش کنم. من میدونم با این چیکار کنم. خانم اجازه بده تهاجمی برخورد نکن. ببین دخترم، شما یادت نیست نبودی اون موقع اون قدیم ها که پدر بزرگت کاشانچی بزرگ چه زحمتی کشید برای تأسیس این کارخونه. بله. که کارخونه روپا بمونه. من چقدر زحمت کشیدم. آیا الان رواست که چرخای این ماشین بچرخه اما چرخ کارخونه نچرخه؟ بله. سفره ما پر از نون باشه سفره کارگر خالی باشه؟ بله. جیب ما پر از پول باشه جیبای اون کارگر زحمت کش خالی باشه؟ بله. روانیست. پس من این ماشین رو میفروشم که چرخ کارخونه از حرکت باز نیسته. واقعا که مامان. بابا شما ملکی بحث رو عوض نکن. بحث گذشته چه ربطی داره به امروز؟ این ماشین فقط مال شما نیست. مال ایشونه، مال منه، مال اونه، مال هممونه. منم نمیذارم ماشین فروخته نمیشه. منم الان میام میدونم که کارت بکنم. خانم تهاجمی نه. نه بذار بگی. با هم دیگه دست به یکی کردم. فکر کردم من نمیفهمم. اصلا منو آدم حساب نمی کنن. از من بپرسن. من نمیذارم این ماشین رو بفروشی. بابا تو هم ول کن. پسرم من ول کردم. مادرت هم به زودی ول میکنه. سارا هم ول کرد. شما هم ول کن. من خیلی وقته ول کردم. من قربون تو برم.